همکارم نیکی محجوب اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. دانش آموزان هم پیوستن به این تجمعات اعتراضی. نیکی، آره، نکته ای که امروز داشت این بود که وارد یه فاز جدیدی شده اعتراضات. داشتیم میدیدیم که دانش آموزا اومدن اعتراض کردن، دانشجویان دختر روسریاشون از سرشون برداشتن، مرگ بر دیکتاتور شعار دادن، زن زندگی آزادی شعار دادن، هم دانش آموزان دختر هم دانش آموزان پسر، عکس خامنه ای و خمینی رو از رو دیوار برداشت. دقیقاً، یعنی یه اتفاقی افتاده که میشه گفت وارد یک مرحله جدیدی شده این اعتراضات. و یادمون نره که زمان بیش از 4 دهه پیش هم وقتی انقلاب شد، ورود دانش آموزان به اعتراضات یک راه دیگری رو باز کرد برای اینکه در حال اون اعتراضات رو بتونن به یک مرحله دیگه برسونن. به همین دلیل هستش که حضور دانش آموزان هم میتونه نشونه این باشه که قرار هست یک روند دیگری رو در پیش بگیریم. ضمن اینکه خب دانش آموزان از هفته پیش عنوان کرده بودن که سر کلاس‌هاشون حاضر نمیشن، با اینکه در بعضی مدارس این اجبار رو اعمال کردن برای حضور و غیاب، اما گزارش‌هایی داشتیم از اینکه دانش آموزان نرفتن و والدین هم همراهی کردن با دانش آموزان، فرزندانشون رو به مدارس نفرستادن. اعتراضات دانشجویی هم همچنان ادامه داره. 20 دانشگاه امروز در اعتراضن، درسته؟ آره، الان داشتم چک می‌کردم، شد 22 تا دانشگاه، یعنی دانشگاه فردوسی مشهد، رازی کرمانشاه، فنی تهران، خواجه نصیر، آزاد نجف آباد، آزاد سوهانک، شیراز، علم و فرهنگ تهران، اصفهان، علوم پزشکی کردستان، علوم پزشکی کاشان، علوم انسانی مازندران، دانشگاه بابلسر، تربیت مدرس، علم و صنعت، صنعتی شریف، بهشتی، با هنر کرمان، آزاد اسلام شهر، دانشگاه تهران، دانشگاه هنرش، دانشگاه آزاد شهر قدس و علامه طباطبایی. بریم یه ویدیو رو از دانشگاه بابلسر با هم ببینیم و شعارهای دانشجوها رو برمیگردیم. ویدیوی بابلسر. ببین، همینطور که دیدیم طبق معمول مامورای امنیتی، حراست و نیروهای بسیجی حمله کرده بودن به دانش آموزان. تصویری از یکی از دانش آموزان که پیرهنش رو پاره کرده بودن ماموران لباس شخصی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. اما شعارهایی که امروز در دانشگاه‌ها می‌دادن، یکیش این بود: زاهدان کردستان چشم و چراغ ایران، فقر و فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد، می‌جنگیم می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم، قرار ما هر روز فکر نکنین امروزه. نکته‌ای که وجود داشت این بود که در دانشگاه فردوسی مشهد وقتی شروع کردن دوربین‌های مداربسته رو استفاده کردن، تعدادی از دانشجویان دختر با درآوردن مقنعه‌شون روی دوربین ها رو پوشوندن و به اعتراضشون ادامه دادن. یک شعار دیگه ای هم که امروز خیلی داده میشد در دانشگاه ها این بوده که اوین شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه. بیش از 80 دانشجو ما الان اسامیشون رو داریم که از دانشگاه های مختلف در زندان های مختلف در بازداشتن و به گفته خانواده هاشون از وضعیت تعدادشون اطلاعی در دست نیست. در نتیجه به جای واژه بازداشت، خانواده ها از واژه ربوده شدن استفاده میکنن. ممنونم از تو نیکی محجوب که اینجا در استودیو ما رو همراهی میکردیم.